سلام دوباره. خب حالا یه ذره قرار داستان جدی تر بشه. حالا دیگه وقتشه که یه پروژه‌ای که از نوع مینیمال API بسازیم و بریم آناتومیشو اصلا یه نگاه بکنیم، بدنشو ببینیم، یکم هم باهاش بازی کنیم، یه سری نکات و ریزکاریاشو در بیاریم، از قسمت بعدی دردسرهای بزرگتری شروع میشه. خب بریم سراغ ویژوال استودیو. این خوشگل ویژوال استودیوه، با وی اس کد و اینا هم میتونید، من حالشو ندارم هی کامند بنویسم و این چیزا، شما اگه حالشو دارید این کارو بکن. گفتم برای .NET 9 بهتره که این ورژن باشید که خب اوکیه. فایل، نیو، پروژکت، ASP.NET Core Web API، نیکست. یه اسم میخوام که بذارم اینجا، چون حوصله تق 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 تایپ کردن ندارم، کپی پیست میکنم. باگ اند فیکس فرست مینیمال API، مسیرش حالا هست دیگه، مهم نیست. نیکست. .NET 9 کانفیگوریشن های HTTPS رو انجام داده باشه، اوپن API نمیخواد، کانتینر ساپورت فعلا نمیخواد، تاپ لول استیتمنت رو تیک نمیزنم که استفاده نکنه، کنترلرم که خب گفتیم نمیخوام، اینم که حالا یه داستانیه که بعدها شاید رفتیم سراغش، البته بعد باز اون موقع خود اینو توضیح بدیم، حالا قصه داره این خودش. خب کریت، صبر میکنیم تا ساخته بشه. بیا بالا ببینیم، بیا بالا عزیزم، زود باش، زود باش، منتظریم تا ساخته بشه. خب این یک پروژه است که از صفر در جلوی چشمان شما ساخت. این چیه؟ این .http که نام سلوشن من هم هست، برای اینه که ما را از دست پستمن و سوگر و نمیدونم این چیزا راحت بکنه. همین، قبلا هم توی یوتیوب من توضیح دادم در موردش، حالا اگه پیداش کردم لینکشو میذارم پایین این ویدیو. این است، این پراپرتیز که فایل لانچ سیتینگز دات جیسون درونشه، باهاش آشنا هستید، اگر با کنترلرها هم آشنا باشید و کلن ASP.NET Web API ها میدونید کار این چیه، پورت رو تعیین میکنه و این داستانهایی که هست که روی HTTPS چی باشه، HTTP چی باشه و اینها. خب فعلا کاری باهاش نداریم. دیگه چی داریم؟ این اپ سیتینگ جیسونه که کانکشن سیرینگ و این چیزا داخلش میذارن، یا حالا کانفیگوریشن ها رو میشه توی پروژه خوندش، اینم که اگه با کنترلر سر کار داشته باشید با اینم آشنا هستید، حالا ما تو طول این پروژه البته ازش استفاده خواهیم کرد، اینم از چیز سورپرایزینگی نیست. و اما این اینجا توی program.cs این اومده یک weather forecast sample که توی کنترلر هم بود و گذاشته، من برای اینکه فعلا قضیه بره تو هوا همشو پاک میکنه، هیچی نیست الان، لخت خالی. حالا میریم آروم آروم ببینیم که چیا میتونیم داشته باشیم. دقت کنید این رو ببینید، این بیلدر است که داره برای ما عملا اون پایپلاین رو میسازه و بعد به وسیله این اپ که مساوی هست با بیلدر دار بیلد همه چیز آماده میشه. حالا این اپ دات ران هم سبب میشه که همه چیز به قول معروف استارت بشه بیاد بالا. این چیه؟ این چیزیه که حالا ما بعدا بهش زیاد میپردازیم،
این فعلا میگه که اگر که پروژه ران بشه روی این آدرس این عبارت رو خواهیم دید، همین، هیچ اتفاق دیگه‌ای نمیفته. و روی این اپ هست که این مپ گت داره جواب میده. من اگه اینجا یک متد همینطوری خالی مثلا بنویسم، یا مثلا بگم که اینا اونجوری نیست که تأثیری داشته باشه. ببینید این بیلدر است که داره سبب میشه که این دستورات و استیتمنت هایی که وجود داره ولید شناخته بشه. خب این الان کار میکنه، اینو من الان اجرا بکنم کار میکنه. حالا آیا این تنها راهیه که این بیلدر رو من بسازم و باید حتما توی دو خط باشه؟ نه، اجازه بدید نوع دیگرش رو هم ببینیم. دیگه میتونه چطوری باشه؟ میتونه اینطوری باشه. همونجا میگم اپ مساوی است با وب اپلیکیشن دات کرییت به این صورت. بعد هم که این حالا اون به قول معروف اکشن متد منه، اند پوینت منه، و اپ دات ران. این دیگه ساده ترین میشه گفت بدنه ایست که برای یک گت متد مثلا میشه داشت. خب حالا نکته، آیا اینها به درد ماکرو سرویس ها میخورن؟ آره، خیلی سریع میتونید شما یک اندپوینت داشته باشید دیگه، پس به درد ماکرو سرویس ها مثلا میخورن. حالا ممکنه یکی بگه که خیلی خوب، حالا داری حرف از ماکرو سرویس میزنی، این حرفا پروداکشن و تست انوایرمنت و استیجینگ و اینا چی طور میشه؟ پس اونا رو چیکار کنیم؟ میخوام یک کدی فقط تو استیجینگ اجرا بشه یک کدی؟ باشه باشه، شلوغش نکن، الان میارم میذارم جلوت ببینی. یه لحظه صبر کنی. دوست داری یه کدی فقط در وضعیت مثلا دیولوپمنت اجرا بشه، یا استیجینگ اجرا بشه، یا پروداکشن اجرا بشه؟ بیا الان حتی روی همین دیباگ بودن و اینها هم تأثیر میذاره که بفهمه توی دیولوپمنت، استیجینگ، اینا دیگه با شماست. حالا تازه میتونید توی مثلا این اپ ستینگه یه سری کلیدهایی بذارید و با چک کردنش اینجا بفهمید تو کدوم مرحله هستید، یا مثلا وقتی دارید پابلیش کردید برید توی اپ ستینگ یه چیزی رو تغییر بدید و بذارید بالا، بخونه بفهمه که حالا انجام بده یا نه. بعدن حالا خوندن از اپ ستینگ رو خواهیم گفت. قضیه بعدی، یکی ممکنه بگه که میخوام پورتی که این روش داره اجرا میشه رو عوض کنم. میگیم خیلی خوب، بیا اینجا، اینجا برو عوض کن. میگه نه، اینجوری نمیخوام عوض کنم، نمیخوام بیام اینجا. باش، اشکالی نداره. حالا اونم میگیم که چیکار بکنی. الان میبین چیکار کنم. ببینید اینو کامنتش کنید. خب حالا پورتو میخوام اینجا بدم. چطوری؟ اینطور. اصلا کاری دیگه نداره توی اون لانچ ستینگ چه خبره با اینا. اینو اپلای میکنه. ممکنه یکی بگه بیش از یه پورت میخوام داشته باشم، مالتی پورت میخوام. خب بیا اینم مالتی پورت. اینجوری درست شد؟ به همین سادگی. الان اجرا کردم، روی کدوم پورت میاره بالا؟ روی 8139 اینهاش. ببینید تموم شد، بقیه رو اوورراید کرد. حالا ببینید اگر بخوایم بریم بشینیم در مورد این پورت و اون کانفیگوریشن اینا صحبت بکنیم، مثنوی 70 من کاغذ شد، چه کار میکنیم؟ میریم سراغ روتینگ که چی بشه؟ که ببینیم که بتونیم با این بازی بکنیم، یعنی عملا اند پوینت داشته باشیم. بعد هی به مرور که میریم جلو، این اند پوینت ها که ساخته میشه و پای او آر ام میاد وسط و امنیت و هزار تا چیز دیگه، آروم آروم مثلا این اپ ستینگم
نقش بیشتری پیدا میکنه، ازش یه چیزایی میخونیم، کانکشن استرینگ توش میذاریم و این داستان ها. یا مثلا در آینده اینجا توی ایز دیولوپمنت میگیم که سواگر داشته باش، فقط تو حالت دیولوپمنت. اینا رو حالا آرام 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 اضافه میکنیم و همه چیز رو واقعی میکنیم. پس الان دیگه ما دردمون، مشکلمون اینه که بریم ببینیم اینا چه انواعی دارند و چجوری میشه روشون به قول معروف آفتاب بالانس زد و بازی کرد، که از قسمت بعدی طی چند قسمت باید بهش بپردازیم. آماده باشید که از قسمت بعدی یه مقداری داستان جدی تر میشه. خداحافظ.